هیچ عرب نکردن به ایران، اینا کردن. رفراندوم حرف قشنگی هست، کار قشنگی هست و اونایی که واقعا زحمت کشیدن در این راه واقعا دستشون درد نکنه. اما رفراندوم زمانی معنی میده که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. و البته این دوستانی که این طرح‌ها در داخل و خارج کشور انجام دادن، تهیه کردن، خیلی زحمت کشیدن، زحمت بسیاری کشیدن، اما درست توجیه نکردن برای مردم که این رفراندوم کی میخواد انجام بشه. آیا در زمان بودن رژیم که اجازه نمیده به کسی دخالتی بکنه، رژیم اجازه نخواهد داد که رفراندومی به وجود بیاد. اگر بخواد رفراندوم در داخل کشور با بودن این رژیم انجام بشه، 100% این رژیم دخالت داره و هرگز چیزی انجام میشه. و بعد این افرادی که جنایت کردن از همین رژیم دخالت در رژیم آینده داشته باشن حق ندارن. حتی بیان بگن که ما معذرت میخوایم، بیان به کمپ ما، بیان به طرف ما، اصلا قابل بخشش نیست اینا. اینا باید در دادگاه ملی محاکمه بشن. حتی دولت هایی که در همکاری با جمهوری اسلامی میکنن اونا هم باید کشیده بشه به دادگاه ملی، بیان در دادگاه شرکت کنن. این جنایتکاران رو کی حمایت کرده؟ دولت انگلستان 100%، دولت های اروپایی 100%. این افرادی که الان در دولت انگلستان حمایت میکنن جمهوری اسلامی را، همینا شریک هستن در جرایمی که در داخل ایران الان در اتفاق میفته. دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو. باید این پرده ها را پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف. نوع رژیم آینده ایران مردم تعیین میکنن، من یا شخصی که بخواد نوع رژیم رو تعیین کنه نه، مردم هستن که نوع رژیم تعیین میکنن، پادشاهی یا جمهوری یا هر چیز که مردم انتخاب کردن، ما هم اون رژیم رو حمایت خواهیم کرد. شاهزاده رضا پهلوی ما شخصی خیلی دموکرات منش و شخصی تحصیل کرده و خب خانواده دار هستن، میشناسیم ایشون و مردم ایران ایشون رو میشناسن. و ایشون همونطوری خودشون میگن، میگن که من مثل یک شهروند ایرانی وارد ایران خواهم شد و مثل یک شهروند ایرانی در هر رفراندوم به هر چیزی شرکت میکنم. و اگر ایشون به عنوان پادشاه ایران انتخاب شد، 100% ما هم ایشون اولین شخص رو میدونیم و حمایتش میکنیم، تمام میثاقاش هم قبول داریم که در روزنامه ها و مجلاتمون اعلام کردیم. الان شما میدونید که ما در کشتی خود یه در یک کشتی نشستیم در خود انگلستانی، درسته؟ و همیشه ما نظرات این سازمان، نظرات من شخصی نی، نظرات کل این سازمان هست که انگلستان تا بوده و هست در رابطه با ایران به صورتی که همکاری کرده با رژیم، با این آخوندها ملاها، و همیشه ملاها را حمایت کرده و میکنه و در ما در تمام مجلاتمون، روزنامه هامون، فیلم ها، تمام چیزامون رو، نظرمون رو در رابطه با انگلیس اعلام کردیم. و ما خصومتی با دولت انگلیس، دولت انگلستان نداریم، با مردم انگلستان نداریم، ما خصومتی نداریم با اینا، جز اینکه یک مقدار اینا در رابطه با سیاست های خارجیشون یه خورده باید تغییر جهت بدن. در صورتی که ادامه بدن این مسائل ها، آقای جکسترو، آقای تونی بلر، این کاراشون رو ادامه بدن و دست از حمایت جمهوری اسلامی بر نداره، مردم ایران و دولت آینده ایران این مسائل فراموش نخواهند کرد. اینا در دادگاه های ملی که در ایران تشکیل میشه، جنایات و کشتارهایی که در ایران الان هست و اینا هم میدونن، شریک خواهند بود. اینا باید دولت مردان انگلیسی بدونن و دست از حمایت این جنایتکاران بردارن. ما این نظر این سازمان و نظر فکر کنم تمام مردم ایران هست
که با بودن انگلستان، با حمایت انگلستان، ملاها یک روز نمیتونن بمونن. که همینطور الان در انگلستان شما نگاه کنید، مراکز علمیه، مراکز چیز مساجدی که در اینجا مرکز تبلیغاتشون، مرکز جاسوسیشون هست تو همین انگلستان، آزادانه دارن اینا کار خودشون رو میکنن و دلارها و پولهای ایران رو دارن میارن اینجا خرید میکنن، میرن و ساختمانهای زیادی طرفداران همین رژیم در همینجا خریداری کردن، سرمایه گذاری کردن. دولت انگلستان میدونه، خیلی هم خوششون میاد و به این صورت هستش. دولت آخوندها، دولت ملاها بدون حمایت دولت انگلیس نمیتونه کاری بکنه. اگر امروز بی بی سی اعلام بکنه که ما انگلستان حامی ملاها نیست، بدونی که فردا ملاها رفتنی هستن. به هر حال هر گونه اتفاقی که برای رژیم جمهوری اسلامی میفته، سریعا آقای جک استرو نماینده جمهوری اسلامی است در تمام مراحل، سریعا اینا رو حمایت میکنه، سریعا از اون چایی که برشون کندن نجات میده، که خودتونم میدونی در اخبارها هست. رژیم جمهوری اسلامی مثل قبل ترور نمیکنه، ترور کلی ترور گذاشتن کنار، اما ترور شخصیتی میکنن، با پول افراد رو میخرن، بعد با پول افراد از بین میبرن، به صورت ترور شخصیتی انجام میدن. و الان شما حساب کنید در همین انگلستان یک مسجدی که به صورت مرکز اسلامی باز شده، ماهی هزاران هزار پوند که میلیون ها تومان میشه خرج این مسجد میشه. افراد خارجی میان در اون مسجد و میخورن، میرن، پول میدن، پرداخت میکنن، تجارت های چیزشون در اینجا انجام میشه. عوامل رژیم هر روز، هر ماه هزاران افراد ایرانی همین رژیم میان تو انگلستان و در همین مسجد میان، یه رستورانی هم بغلش گذاشتن که مرکز چیزشونه، تجاریشونه هستش. بعد یک برنامه هایی در این مسجد انجام میشه که اگر بدونید، چون مرکز ارزی، مرکز تجاری به این صورت تشکیل دادن در اینجا که مرکز غارت اموال بیت المال ایران، اموال مردم ایران در این مسجد انجام میشه. مسجد نیست، اسمش مسجد، اما مرکز جاسوسی و مرکز غارت پولای ماست، پولای مردم ایران است که در اینجا انجام میشه. معاملات سری و مخفی در این مسجد انجام میشه در همین لندن. راه منی چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. سازمان حقوق بشر، اصلا گفتن اسم این سازمان حقوق بشر، من هم در همه دادگاه‌هایی که در انگلستان تشکیل شده و رفتم بهشون گفتم، دادگاه چیز سازمانی به نام حقوق بشر، اینا به صورت شو هستن. اصلا سازمان حقوق بشر و سازمان امنستی اینترنشنال بدون دخالت انگلستان، بدون دخالت دولت‌های اروپایی نامه یا اطلاعیه نمیدن. دستور از اینا باید بیا که یک اطلاعیه علیه جمهوری اسلامی بدن. اگر یک اطلاعیه هم داده شد که دو نفر در ایران اعدام میخوان بکنن یا فلان میکنن، این به صورت 2 ساعت یا 1 ساعت در اینترنت ها هست، بعدش معاف میشه، متوجه. و من، نظر من و نظر سازمان ما که من همیشه نامه نگاری کردم با امنیستی اینترنشنال و اینا، جز این که لیست افراد، لیست کشتاری که در ایران انجام میشه، در اون لیست فقط یه لیستی برای ما تعیین کنن، دیگه کاری برای مردم، کاری برای زندانیان نکردن. اگرم چیزی که مجبور شدن مثل آقای منوچهر محمدی یا آقای ایکس ایکس که در ایران معروف هستن، مبارز بودن، زندانی هستن، اینا رو مجبورن خب اسمشون تو لیست های حقوق بشر بیارن که اینا در ایران اینطور شدن اونطور شدن. اما نزدیک 4000 جوان ما در زندان های ایران پوسیدن، از بین رفتن، افراد مشهوری نبودن، دانشجو بودن، بدبخت بودن، این افرادی در خارج از کشور نداشتن که اسم